اولین فیلم بروسلی افغان در سینمای هالیوود. عباس علیزاده، جوان 25 ساله افغان که شباهت زیاد به چهره و اندام بروسلی دارد، در رسانه ها به بروسلی افغان مشهور شده است. تا 3 سال پیش او یک شخص عادی بود، اما حالا او شهرت جهانی یافته و به موفقیت های بیشماری دست پیدا کرده است. او نیز یک ورزشکار در ورزش های رزمی کنگفو و وشو است. داستان شهرت او وقتی شروع شد که یک قطعه عکس او توسط یکی از دوستانش در فیسبوک با عنوان افغانستان صاحب بروسلی شد آغاز شد. عکس‌های او در فیسبوک دست به دست شده و او به سرعت مورد توجه رسانه‌های داخل و خارج از افغانستان قرار گرفت. از آن جمله شبکه BBC و RT در مورد او مستند ساختند. او در یکی از تلویزیون‌های ترکی نیز دعوت شده بود که توسط یکی از آوازخوانان مشهور ترکی به وی درخواست ازدواج داده شد و بروسلی افغان درخواست آوازخوان ترکی را رد کرد. عباس علیزاده میگوید: من از دوران کودکی عاشق هنرهای رزمی بودم و دیدن فیلمهای بروسلی برایم جالب بود و سپس تصمیم گرفتم همانند بروسلی یک رزمیکار موفق در جهان شوم. عباس علیزاده بروسلی و شخصیت او را الگوی موفقیتش میداند و میگوید که عاشق بروسلی است. به گفته عباس علیزاده، بروسلی یک قهرمان و یک اسطوره تکرار نشدنی است. او جایگاهی خاص در جامعه دارد و من نمیتوانم جای او را پر کنم، اما تا زنده هستم راهش را ادامه خواهم داد. او ناچیکو را از فیلم‌های بروسلی آموخته است و ورزش‌های رزمی کنگفو و وشو را به مدت 10 سال در خانه به تنهایی تمرین کرده و مدت 3 سال کنگفو را در یکی از کلوب‌های ورزشی کابل با مربی تمرین کرده است. او از یکی از خاطره‌هایش می‌گوید که وقتی فیلم می‌دیدم و همزمان ناچیکو تمرین می‌کردم، ناچیکو به سرم اصابت کرد و مدت 5 دقیقه بیهوش بودم. بعد از به شهرت رسیدن بروسلی، شرکت‌های مختلف فیلمسازی به او پیشنهاد همکاری کردند و او تا حالا در 2 فیلم نقش بازی کرده است. یکی از فیلم‌های او به نام براتلی که در سال 2016 در کشور آذربایجان تولید شد، به بازار آمده است. گفته می‌شود او با هالیوود نیز قرارداد امضا کرده و اولین فیلم هالیوود او به نام He is back یا او برگشته است در 24 سپتامبر سال 2018 یعنی امسال در دبی رونمایی شد.